چقدر جالب آیات قرآن. وقتی من بعضی از کلمات رو بلدم میتونم ازشون خیلی چیزا یاد بگیرم. خدا به ما گفته که من خودم قرآن رو حفظ میکنم. اینو جلسه قبل تمرین کردیم با استاد. حافظ قرآن خود خداست. خدا از این کتاب محافظت میکنه. خب پس اگه منم قرآن بخونم خدا از منم محافظت میکنه؟ اگه من قرآن حفظ کنم خدا از من محافظت میکنه؟ اگه من با مفاهیم قرآن آشنا بشم خدا از من محافظت میکنه؟ این سوالاتیه که من میخوام از استاد وکیل بپرسم. امیدوارم جوابمو بدن. خیلی جالبه این سوالا که برای ما پیش میاد. تو کلاس مفاهیم به اینا فکر میکنیم. خیلی لذت بخشه. یاد میگیریم قرآن رو بخونیم سر زنگ اول تو کلاس استاد یاریگل. سر زنگ دوم به اینا فکر میکنیم. خیلی جالب. خیلی دلم میخواد زود زنگ بخوره که برم سر کلاس استاد وکیل و با مفاهیم قرآن آشنا بشم. زنگ خورد. بریم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همراهان آشنای برنامه شمس سلام عرض میکنم. همچنین عزیزانی که در استودیو در خدمتشون هستیم. همطور که میدونید به 14 درس از مجموعه دروس آموزش مفاهیم رسیدیم. تا حالا مطالب مختلفی رو در عبارات قرآن کریم خوندیم، با معنای اونها آشنا شدیم. در این درس هم انشاءالله میخواییم عباراتی که در مورد خود قرآن هست، از قرآن، درباره قرآن. نام درسمون هم هست نامهای قرآن. میخواییم ببینیم قرآن در خود قرآن با چه نامهایی نامیده شده، توصیف شده، و انشاءالله اگه فرصتی شد ببینیم که هر کدوم اینها در واقع چه معنا و مفهومی داره. پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمی. خب من خواهش میکنم که جناب آقای رئیسی لطف کنن این آیه شریفه رو بخونن، در پایان سطر وقف میکنید، دوستان پاسخ میدن، بعد سطر دوم. بفرمایید. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. احسنت. بچه جواب بدید. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. احسنت. قسمت دوم. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أحسنت. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أحسنت. بسیار خوب. خوب بریم ببینیم که چه کلمات جدیدی در این آیه شریفه اومده. بسیار خوب. اولین کلمه تبیان. تبیان به چه معناست بچه ها؟ بیان روشن. آفرین. خب دیگه باید بگید که خلاصه تبیان هم خانوادهش چیه؟ حدس بزنید. بفرمایید آقای نوروزی. بیان. آفرین آقای نوروزی. ماشاءالله باریکالله. آقای نوروزی هم از دانش آموزان دوره ابتدایی ما هستش. آفرین. بیان یعنی چی بچه ها؟ اینجا هم گفتیم پیام و بیان روشن. بیان یعنی کلام، یه چیزی که روشنه، مشخص میکنه که مثلا منظور گوینده چیه. تبیان هم همینه. بسیار خوب. کلمه بعدی بشرا یعنی چی؟ بشارت. بله بله بچه، کلمه همخانواده بشرا چیه؟ چیه آقای یگان؟ بشارت. بله خود بشارت. بشارت که تو فارسی به کار میبریم خودش همخانواده بشرا هستش. بشارت یعنی مژده. بفرمایید آقای دادواللهی مثل که نکته ای میخوام بفرمایید. بشر. خب باریکالله. خوبه. آقای دادواللهی هم پاسخهای خوبی میدن. بشر از نظر حروف اصلی با بشرا هم خانواده هست، ولی به یه معنا نیستن. بشر یعنی انسان، یه معنی دیگه داره، ولی بشرا و بشارت یعنی همون مژده. ولی دقت و نکته شما خیلی خوب بود. آفرین باریکالله. خب کلمه بعدی رحمه. وقف که میکنیم میگیم رحمه. رحمه یعنی چی؟ رحمت.
مهربانی. آفرین. رحمت رو ما در فارسی هم به کار میبریم، همون رحمت میگیم که یعنی خیر و برکت، چیزای خوب، مهربانی، همه اینا در واقع در کلمه رحمت چیه هست. و بالاخره کلمه آخر مسلمین یا مسلمون، یعنی معنیش چی میشه؟ مسلمانان. بله، جمع چی؟ مسلم. مسلم. این یه و نون و واو و نون در واقع علامات چی هم بچه ها؟ جمع. آفرین. خب حالا هم خانواده مسلمین یا مسلمون چیه بچه ها؟ آقای حسینی بفرمایید. مسلمان. مسلمان بر. خود مسلمان در واقع هم خانواده با مسلمین هست، درسته؟ آقای یگان بر بفرمایید شما. اسلام. اسلام. آفرین، خیلی خوب بود. اسلام هم با این کلمه چیه؟ هم خانواده است. خب خیلی متشکر. حالا اگه موافقید بریم و عبارت رو ترجمه کنیم. آی حسینی، علیک از چند کلمه تشکیل شده؟ دو کلمه. بفرمایید. علیک و علیک. وقتی جدا بشن میشه علا و که. علا یعنی چی؟ بر. که یعنی چی؟ تو. آفرین. و نازل کردیم بر تو کتاب را. این را خیلی مهمه. بینندگان عزیزم که این برنامه رو پی میگیرن، ما وقتی که ترجمه میکنیم، مثلا چون کتاب در اینجا مفعول هست، در فارسی اون حرف را که نشانه مفعول میاد. و نازل کردیم بر تو کتاب را. آفرین. که بیان روشن. آفرین. برای هر چیزی است. آفرین. هر وقت احساس کردید که بعد این فعلو بگید، همین الان کاری که آقای حسینی کرد خیلی خوب بود. و نازل کردیم بر تو کتاب را که روشن کننده یا پیام یا بیان روشن برای هر چیز است. آفرین. خب شما می‌خواید بقیه‌شو بفرمایید، بی زحمت بدید به. بله. و هدایت و رحمتی. بله. و بشارتی برای مسلمانان. آفرین. پس قرآن هدایت، رحمت، بشارت برای مسلمانان است. یعنی برای کسی به قرآن ایمان میارن، قرآن هدایت و بشارت و رحمت هستش. بسیار خوب. خوب، خیلی ممنون. اینجام در واقع قسمت اول و ترجمهش رو آورده برای که عزیزان باز ببینن. و نازل کردیم بر تو کتاب را که بیان روشن برای هر چیزی است. و همچنین قسمت بعدی و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. خیلی متشکر. بریم عبارت بعدی. بسیار خوب. خب بسم الله. آقای رئیسی عزیز. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. احسن. هیا با هم جواب بدید، بخونید. احسنت. بفرمایید. لیکون للعالمین نذیرا. احسنت. جواب بدید. لیکون للعالمین نذیرا. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر. خب بریم حالا ببینیم که چه واژگان جدیدی در این آیه هست. بله، سه تا واژه جدید داریم. اولیش تبارک، یعنی چی؟ پرخیر و برکت هست. خب بسم الله. ببینم کی میخواد هم خانواده تبارک رو بگه. بفرمایید شما. برکت. بله. آفرین. برکت. دیگه چی؟ تبریک. بارک الله. آفرین. تبریک به شما. ماشاءالله. تبریک هم از همین کلمه است. ریشه از همین خانواده است. دیگه چی؟ خیلی معروفه. آقای رئیسی اجازه بدید. بله بفرمایید آقای رئیسی. متبرک. متبرک. بله، تازه شما یه خود سخترش هم گفتید. بچه کلمه بعد نزله. خیلی ممنون، بسیار خوب. یکونو باشد می باشد. بسیار خوب. خب حالا بریم عبارت رو معنا کنیم. بفرمایید آقای حسینی، میکروفون رو بگیرید، آیه رو معنا کنید. پرخیر و برکت از کسی که آفری. نازل کرد قرآن را بر بندش آفرین. تا باشد برای مردم هشدار دهنده. آفرین، ماشاءالله، خیلی عالی. آفرین، واقعا آفرین. خب بچه ها
خب ما وقت کمه دیگه، نمیتونیم آیه رو بیاریم و اینها. به خاطرتون مون که خداوند در این دعایه قرآن رو با چه نامهایی نامید؟ بگو، بفرمایید. فرقان. فرقان. فرقان یعنی چی؟ کسی حدس میزنه فرقان هم خانواده‌اش چیه؟ آقای باقرزاده لطف کنید میکروفون رو به ایشون بدید. فرق هستش. آفرین، فرق، باریکلا، آفرین. فرق از فرقانه. حالا چرا به قرآن میگن فرقان؟ به خاطر اینکه قرآن بین راه حق و راه باطل فرق میذاره، اونا رو معرفی میکنه، نشون میده که ما هدایت بشیم. خیلی عالی. دیگه چی؟ یکی از صفات دیگر هم بگید. بفرمایید شما. یه بار دیگه بفرمایید. کتاب. کتاب. خب کتاب درسته، ولی حالا توصیف خاصی تو کتاب نیست، مگر اینکه بگیم خب نوشته است و مکتوب است و اینها. در همین جا آیا در همین آیه شما وصف دیگه ای دارید؟ نذیر. آفرین. نذیر. نذیر یعنی چی؟ هشدار دهنده. یعنی قرآن نذیره. همونطور که پیامبران نذیر هستند، قرآن هم نذیره. قرآن نذیره یعنی هشدار دهنده است. یعنی قرآن داره آینده انسانها رو براشون مشخص میکنه. اگه کار خوب بکنید بهشت برین الهی پیش رو دارید، اگه خدایی نکرده کفر بورزید کار بد بکنید، مسیر شما مسیر سخت جهنم هستش. باز هم به پایان یکی از برنامه‌های دیگه رسیدیم. تا برنامه آینده شما رو به خدا میسپاریم. خواهش میکنم که عزیزان با یک صلوات زیبا برنامه رو به پایان ببرند. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آقا نزدیک خونتون جلسه قرآن پیدا نکردی؟ ای بابا اصلا نگران نباش، توی روستاتون هستین و جلسه قرآن نیست، اصلا نگران نباشید، هیچ اشکالی نداره. فقط کافی برنامه شمسه رو دنبال بکنید. برنامه شمسه همین کمک رو میخواد بکنه، یعنی میخواد جلسه قرآن رو بیاره تو خونه شما، خونه شما بشه خونه قرآن، شما روخانی یاد بگیرید، با مفاهیم قرآن آشنا بشید و لذت ببرید از خوندن قرآن کریم. نگران نباشید، حتما برنامه شمسه رو دنبال کنید. نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات ارزشمند شما وقتی برسه به دست روابط عمومی شبکه قرآن ما رو خوشحال میکنه. اگر خواستید خلاصه برنامه ها رو هم ببینید، میتونید به سایت شبکه قرآن مراجعه کنید و ببینید و استفاده بکنید. چقدر خوبه که شما همراه ما هستید، چقدر خوبه که شما برنامه شمسه رو میبینید. ما خیلی خوشحالیم و دوستتون داریم. یا علی، خداحافظ.